به نام یگان آفریننده عالم هستی، امیدوارم هر جای این دنیا که هستید حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی و با آزمون تشریحی واژگان درس اول پایه 12 در خدمت شما نازنینان هستیم. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. دوستان، بخش دوم از سوال 4 که بهترین گزینه را انتخاب کنید رو خدمتتون ارائه میدیم. سوال 11، The new principal is completely جای خالی to his work, surprised, dedicated, regarded و generous. خب میگه رئیس جدید کاملا خودشو وقف کارش کرده. Dedicated پاسخ صحیح هست، یعنی فداکار از خود گذشته. surprised متعجب، شگفت زده. regarded یعنی لحاظ شده و generous بخشنده، سخاوتمند. سوال 12، please give up your seat to a or an جای خالی or disabled person if they require it. خب پاسخ صحیح گزینه سوال 12، پاسخ صحیح گزینه elderly میشه. elderly یعنی کهنسال، capable قادر، توانا، young یعنی جوان، powerful یعنی قدرتمند، قوی. خب پاسخ صحیح میشه گزینه A. گفته چی؟ گفته لطفاً please، لطفاً give up your seat یعنی صندلیتونو بدید به افراد کهنسال یا افراد معلول، اگرچه اونها خب خواستن، اگه خواستن که اونها به اصطلاح جاشونو خواستن. جمله 13، powerful یعنی قوی، young یعنی جوان، دوستان دقت کنید که required معنی required میشه به اصطلاح تلافی کردن، جبران کردن. سوال 13، she thanked the nurses who had جای خالی her children boosted received cared for shouted. خب گزینه صحیح گزینه C میشه. میگه او تشکر کرد از پرستارایی که از بچه هاش مراقبت کرده بودن. بوست تقویت کردن، ریسیو دریافت کردن، کفو مراقبت کردن، شاوتد فریاد زدن. سوال 14، خب سوال 14 چی میشه؟ سوال 14، When she welcomed them with a hug, she burst into tears. لب، دامن کنار پهلو، هاگ آغوش، بغل، سکور نمره، فانکشن عمل کرد. خب پاسخ صحیح میشه B، وقتی که او She welcomed them with a hug. او اونا رو در آغوش گرفت، زد زیر گریه. به گریه افتاد، زد زیر گریه. خب سوال 15، Many teenagers are جای خالی ignorant about current politics. خب cruelly, respectively, appropriative, surprisingly.
خب پاسخ صحیح گزینه دی میشه، میگه بسیاری از نوجوانان به صورت شگفت انگیزی ناآگاه یا جاهل هستند در مورد سیاست‌های رایج. cruelly یعنی به طور ظالمانه، respectively به طور محترمانه، appropriative یعنی مناسب و surprisingly به طور شگفت انگیز. خب 16، he developed nervous problems after people began joyfully correcting him repeatedly. 16 گزینه B یعنی again and again، مکررن، calmly یعنی به آرامی، generally به طور کلی، ordinarily به طور معمولی. میگه او مشکلات عصبی واسش پیش اومد بعد از اینکه مردم شروع کردن که مکررن ازش ایراد گرفتن یا تصحیحش کردن. جمله 17، she replied to their angry question by خب جای خالی walking out of the room by چی؟ by calmly walking out of the room. یعنی او پاسخ داد به پرسش عصبانی اونا با به آرامی از اتاق بیرون رفتن. mainly یعنی عمدتاً، possibly احتمالاً، به طور ممکن، essentially یعنی ضرورتاً، calmly یعنی به آرامی. و آخرین سوال این قسمت که the بروشور آگهی tries to give a fair and correct description of each hotel، یعنی اون بروشوره سعی میکنه که بده یه توضیح درست و منصفانه از هر هتل. process فرایند، reception پذیرش، occasion موقعیت، حالت. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.